روش IBT برای قیمت‌گذاری گاز چگونه است؟ آیا رژیم راست میگه که این روش به نفع اقشار فقیرتره؟ در گفتگوی این ساعت علاوه بر این موضوع میپرسیم که ذخایر ارزی ایران بر چه مبنایی است؟ به خصوص اینکه اخیراً ایران اعلام کرده که از ارز دلار به عنوان ارز مرجع کنارگیری میخواد بکنه. و بالاخره چشمانداز اقتصاد ایران در کوتاه مدت و بلند مدت چگونه است؟ همراه هستیم با پروفسور محمد حسین تسوجی، استاد دانشگاه از آمریکا. دکتر تسوجی، خیلی خوشحالم که این دفعه میتونیم با شما در این رابطه صحبت کنیم. سلام میکنم به شما و ممنون که دعوتمون رو پذیرفتیم. منم خدمت شما احسان عزیز خیلی سلام عرض میکنم، همچنین به همه هموطنان در اقصانقاط دنیا که با ما هستن و به خصوص با این ویدیویی که کلیپ که نشون دادید از کانون شورشی در آذربایجان غربی که من خودم هم از اونجا هستم، اجازه بدید که به تمام بچه‌های کانون شورشی عمیقا سلام بگم و درود بفرستم. زنده باشید. ابتدا می‌خواستم راجع به رشد تصاعدی قیمت گاز از شما بپرسم. می‌دونیم که ایران دارای ذخایر ارزی دوم در جهان هست به لحاظ گاز طبیعی. گفته میشه که قبض کسانی که قبلا 200 الی 300 هزار تومان می پرداختن الان به چند میلیون افزایش پیدا کرده. رژیم در این رابطه میگه که از روش IBT برای قیمت گذاری داره استفاده میکنه. استدلال میکنه که این روش به نفع اقشار فقیرتره. میخواستم بپرسم که قیمت گذاری IBT چیه و اصولا علت افزایش قیمت گاز تا ایران چیه؟ بله، خب IBT یا Incremental Block Tariff این یه سیستمی هست که میان بر میزان مصرف طبقه بندی میکنن، پله بندی میکنن، بعد هر کی کمتر مصرف کنین کمتر بودید. در ایران برای قیمت گذاری گاز اومدن کشور رو به 5 منطقه تقسیم کردن، 5 اقلیم که اقلیم 1 میگن جایی که به صورت همه گرمتره، اقلیم 5 جایی که از همه سردتره و مصرف گاز بیشتر میشه، بعد هر اقلیمی رو اومدن به 12 تا پله تقسیم کردن. قیمت گذاری بر مبنای پله هاست، یعنی هر چه پله ها میره بالاتر قیمت ها بیشتر میره بالاتر، یعنی برای هر واحد گازی که مصرف میکنید بیشتر قیمت های بالا بیشتر میره، بخش پله های بالا بیشتر میپرده. این نوع قیمت گذاری اصولا برای جاهای منابع قیمت گذاری میشه که اون منابع رو کم داشته باشه. مثلا در استرالیا یا در اسرائیل برای اینکه مصرف آب و بیارن پایین تر از این سیستم استفاده میکنن. خب در ایران که گاز که یکی خودتون فرمودین دومین ذخیره گاز دنیا رو داره، ایران از نظر معادن یا منابع هیدروکربنی نفت و گاز اگه با هم دیگه جمع بزنی میگن در ایران در دنیا اوله. خب کاری که اینا کردن الان برای اینکه به صورت تعداد بلوک ها رو یا پله ها رو 12 تا کردن، عرض هر پله رو کم کردن، 25 متر مکعب کم کردن. بعد قرار بود که برای 3 تا پله اول قیمت تغییر نکنه، از اون به بعد با هر بیشتر مصرف کنید به صلاح قیمت رو میبرن بالا. پس با کم کردن عرض کسی که قبلا مثلا در پله سوم بود الان میفته پله چهارم، کسانی که در پله مثلا هفتم هشتم بودن الان افتادن پله یازدهم. چرا؟ چون هفت ضرب 25 چیزشون به اصطلاح پله‌هاشون بالا کرده. خب این باعث شد که قیمت ها اون یهو به خصوص برای اقشار فقیرتر بره بالا. این صحبتی که هست همون که خودتون گفتید، قبلا اگه مثلا کسی در پله هفتم هشتم بود شاید مثلا 200-300 هزار تومن میداد، الان همون شخص افتاده رو پله 11 هم. یه چیز نزدیک 2 میلیون 3 میلیون گاهی میگن 4 میلیون میده. خود این طرح به اصطلاح قیمت گذاری از نظر IBT یا پله ای در ظاهر این هست که میتونه کمک کنه به اقشار فقیرتر، ولی در واقع طبق این بررسی های اقتصادی دو تا چیز هست، ما بهش میگیم وایت پیپر، مقاله اقتصادی خیلی دقیق و عمیق هم هست، مدل اقتصادی ریاضی خیلی مثلا جالبی رو ساختن و یکیش در سال 2000 رو اگه اشتباه نکنم هفت، یکیم در سال 2013 راجبه همین مصرف آب استرالیا بود.
و چیزی که این برآوردی که میکنن من دقیقا ندارم میتونم بکنم، میگه که سیستم آی بی تی این باعث میشه که قیمت متوسط قیمتی که طبقه پایین تر میپردازه بالاتر بره. حتی اینجا میگه که برخلاف اون چیزی که ادعا میشه که این به اقشار فقیرتر کمک میکنه، درست برعکس اون چیز میکنه و منابرم کنترل میکنه. خب در ایران به خصوص طبقه که روستایی، اینها که خونه هاشون خونه های بسیار آیقندی شده نیست، خونه هایی که استاندارد باشه نیست، مصرف گازشون هم به تب بیشتر از خونه های شهری نامیده و میبینید که فشار روی طبقه قشر به اصطلاح روستایی خیلی خیلی بیشتر بوده. رژیم یه کار دیگه هم که کرد، دجال بازی که کرد، اومد گفت 70%، یعنی طوری که وانمود کرد گفت 70% قیمت ها رو ما تخفیف بهت میدیم، یعنی اگر قیمت ها براتون بالا تر شد، ولی در حقیقت به طور واقعی نومدن 70% از قیمتی که اینا اضافه میپرداختن رو در بعض موارد کم کرده، که این خودش باعث به صلاح اعتراضات فراوانی شد از طبقه بهش روستایی که دیگره چی. اما در لینک چرا رژیم ایران این کار رو میکنه؟ خب در سال 1401 و در سال 1402 بودجه ای که دولت رئیسی داده بود با کسری بودجه بسیار بسیار بالایی مواجه. این بودجه رو بخشیشو با بالا بردن همین قبول که حل میخواستن بکنن. اگه یادتون باشه پارسال در سال 1401 مالیات رو روی 5 میلیون تومان درآمد خانواده گذاشتن، در حالی که خط فقر اون موقع یه چیز نزدیک 12-13 میلیون تومان بود. همچنین این در چیز جدید هم همینطور، خط فقر ما الان میگیم خود برآورده خود دولته، خط فقر یه چیز نزدیک 17-18 میلیون تومان. پس برای همین اساس میخوان بخشی از شاید کمبود بودجهشون رو جبران کنن. شاید یه مسئله دیگه هم اینا باشه که اینا شدیداً به ارز نیاز دارن. خب این گازهایی که در داخل نمیکشن میتونن در خارج بفروشن، حالا یا به صورت مستقیم یا صورت غیر مستقیم، از این طریق یه مقدار ارز هم برای خودشون دست پا کنن. ولی کلا این مسئله وقتی که شما مملکتتون در دریایی از گاز نشسته، در دریایی از بر روی دریایی از نفت نشسته، بالا بردن قیمت گاز به این طریق، اون هم در تابستان، ببخشید در زمستانی که بسیار بسیار زمستان سری داشتیم، اونم فشار رو گذاشتن روی محرومترین طبقه، یک واقعا جنایتی است که به نظر من هیچ قابل توجیه به هیچ وجه نیست. خب اخیرا یکی از مواردی که زیاد در مطبوعات حکومتی سری صحبت میشه رابطه با دلار زداییه. در این مورد خواستم از شما بپرسم که دلار از چه موقعی به عنوان ذخیره ارزی اولیه انتخاب شد و فرایند اون چطور بود؟ بله خب این اصلا کل مسئله ارز رو شاید یا تکر رو شاید از زمان روم میشه شروع کرد. تا قبل از جنگ اول جهانی و شاید جنگ دوم جهانی میدونید که پوند انگلیس قوی ترین پول بود. پوند انگلیس رو اول در همون دوران آنگلو ساکسون ها، یعنی در مثلا قرن هشتم میلادی که اینا تبدیل کردن به استرلینگ، یک پوند معادل چیز بود، ارزشش برابر 15 تا گاو بود و چیزش طلا بود. در قرن 18 اول قرن 18 فکر کنم 1717 بود، اساق نیوتن که دانشمند خیلی معروفیه اومد گفت یک پوند معادل ببخشید یک اونس طلا معادل 4.25 پوند. از اون بعد از اون موقع بود که اصولا طلا شد پشتوانه ارز. ایالات متحده آمریکا خب در 75 سال گذشته واحد پولیش از همه جا قوی تر بود، طوری که هنوز هم که هست الان 58% ذخایر ارزی دنیا به دلار. دلار رو بعد از جنگ دوم جهانی در سال 1944 در یک نشستی در منطقه برنت بود تصمیم گرفتن که قیمت طلا رو با دلار تعیین کنن. وقتی این تنها ارزی بود که دلار با اون تعیین می‌شد.
البته اون موقع این کینز اقتصاددان خیلی معروفی هست، اون پیشنهاد کرده که یک پول استواحد پول بین المللی درست کنه، ولی خب اون چیز نشد. پس از سال 1944 پشتوانه دلار طلا بود، سایر ارزها هم به دلار خودشونو چیز میکردن، برآورد میکردن. مثلا میگفتن یه پوند انگلیس اون موقع مثلا 4 دلار بود، 3 دلار بود. این تا سال 1971 پشتوانه ارزی دلار همون طلا بود، ولی در سال 1971 رئیس جمهور وقت امریکا یعنی آقای نیکسون، پرزیدنت نیکسون، وابستگی یا پشتوانه ارزی دلار رو برداشت و واقعا، ولی با خاطر قدرت اقتصادی که امریکا داشت و توانمندی حل مسائل اقتصادی، هنوز به عنوان واحد اصلی ذخیره ارزی در دنیا قلمداد شد. حتی قیمت یعنی خرید و فروش نفت رو از طریق همین دلار انجام میدادن. ولی خب حرکت هایی در جهان صورت گرفت برای دلار زدایی، چیز جدیدی هم نیست. به عنوان مثال در سال 2000 صحبت از این بود که یورو که یک واحد پولی بین کشورهای بله شمال اروپایی یورپین یونیون بود بگیره، ولی اگه یادتون باشه یا بدونید پوند انگلیس هیچ وقت قاطی که این چیزا نشد. فرانسه، ایتالیا، نمیدونم کشورهای دیگه این کار کردن، ولی پوند هیچ وقت نشد. ولی خب در سال 2009 به خاطر مسائل اقتصادی، قرضایی که ایرلند، نمیدونم یونان، اسپانیا داشت، این از به طرف به عنوان واحد اصلی افتاد. بعد صحبت هایی شد، اگر یک کارتی هست که من اونجا دیدم، اگر نگاه کنید میزان بله ارزشه که همین به طور چیز این از سال 2017 که 62 درصد ذخایر ارزی تمام مملکت در دنیا دلار بود، الان یه چیزی حدود 3 درصد یا درصدی افت کرده، 58 و 6 دهم درصد. یورو در سال 2022 24 درصد 40 درصد بود، همچنین ین ژاپن، پوند انگلیس، و چیزی هم که الان هست یه مقدار چاینیز یوان بی، چاینیز رنبی یا یوان، این 2.9 درصده. البته درباره این میتونیم بعداً بیشتر صحبت کنیم که آیاً خب اقتصاد چین یک اقتصاد بسیار شکوفاییه، ولی اینکه واقعا چین میتونه، خیلی هم دلش میخواد که یوان چینی رو جایگزین دلار بکنه، ولی آیا همچین چیزی به نظر من فعلا حداقل در کوتاه مدت امکانش نیست، همون آماری که شما میدید. خب رژیم ایران هم برای اینکه تحت فشار تحریم قرار گرفته ادعا کرده یا گفته که میخواد بعضی از ذخایرش رو از چیز برداره، از دلار برداره و مراوداتش حداقل با دیگر کشورها میخواد اگه بشه با چیزای دیگر. ولی اینجوری که گفتیم، همونجوری گفتم، دلار هنوز قوی ترین پشتوانه ارزی برای تمام ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی. نه. اگه بشه کمی هم در رابطه با ذخایر ارزی کشورهای مختلف یه توضیح بدین، این که از ذخایر ارزی ایران بر چه مبناییه، به خصوص اینکه اخیراً اعلام کرده که میخواد کنار گیری کنه از اینا، چقدر واقعیه؟ چون اولین بار هم نیست، چند سال پیش همین عنوان کردن که به اصطلاح مبادلاتشون رو به طور خاص به خاطر تحریما می‌خواستن جایگزین کنن، چقدر واقعی این موضوع؟ خب می‌دونید کشورهای مختلف بانک‌های مرکزیشون یه مقدار برای اینکه بتونن مراودات بین‌المللی بکنن، خرید و فروش می‌کنن از کشورهای مختلف، بنابراین احتیاج به ارز خارجی دارن. شما وقتی با یک کشوری مراوده می‌کنید، باید کشوری که باش معامله می‌کنید ارزی رو که شما می‌پردازید قبول بکنه. شما مثلا برفرض میگم بخواید برید به عنوان مثال با آذربایجان معامله بکنید، اگه آذربایجان یوان چین رو قبول نداره یا ازش شما یوان نمیگیره، باید یه ارز رو با همدیگه مبادله کنید که هر دو تا کشور قبول بکنه. خب این رو ذخایر ارزشون رو یا به صورت طلا یا به صورت مثلا ارزایی که بورسن از نظر اقتصادی اینا یا به عنوان اوراق قرضه به این طریق نگه می‌دارن. در جهان الان بیشترین به اصطلاح ذخیره ارزی مال باور کنید یا نه مال دولت چینه،
که اکثرش هم به دلار هست. دولت چین یه آماری که من الان دارم یه چیزی نزدیک حدود 3 میلیارد به واسه 3 تریلیون دلار، بالاتر از 3 تریلیون دلار پولش رو به دلار امریکا نگه داره که در دنیا اوله. فکر کنم ذخیره ارزی بعدی مال چیز باشه، مال ژاپن باشه. ژاپن حدود چیز ارزش ذخیره ارزش یه چند بیگی فرمایه 3 میلیارد دلار هست. بعد همینجوری هست، کشور بعدی سویسرلند، روسیه است، هندوستان پنجم از نظر ذخایر، عربستان سعودی هشتم، ایالات متحده آمریکا خودش ذخایر ارزش نزدیک 242 میلیارد دلار. ایران از نظر ذخایر ارزی در رتبه 44 قرار داره. جالبه که اینجوری که این نمودار رو می‌بینید ذخایر ارزی ایران از سال 2015 افت شدید کرد. این یه مقدار کرد به خاطر همین تحریم های به اصطلاح برجام بود. یه مقدارم واقعا خب مسئله اقتصادی که گربانگیر ملت ایران شد. ولی این آماری که من اینجا دارید میبینید بعضش مال 2022 بعضش مال 2023. آماری که من از رژیم ایران از بانک مرکز ایران دارم سال 2022 و 2023 از 20 میلیارد دلار اینا به 40 میلیارد دلار رسیدن. این خودش نشون میده که یه مقدار اینها قاچاق نفت میکنن، یا مثلا چون ذخیره ارزی ایران، درآمد ارزی ایران دلار یا ارز خارجی، یا فروش نفت یا فروش زای پتروشیمیه، چون صادرات دیگه ندارن. خب اونم یه بخشش مصرف کنن برای واردات، ولی در گویا بخاطر همین کارهای قاچاق اینا که میکنن یه مقداری ذخیره ارزی ایران بالاتر رفته، یه چیز نزدیک 40 میلیارد دلار، 41 میلیارد دلار، که البته خب اون هیک میلا که جای خودش داره. ولی خب از نظر ذخیره ارزی ایران در دلار یه چیز نزدیک 41 میلیارد دلار نباید. البته من شخصا نسبت به آمارهایی که از ایران داده میشه به طور خاص از طرف صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی خیلی مظنون هستم، چون یک میزانی از شفافیت لازمه که بتونیم آمار رشد اقتصادی، مثلا چون در رابطه با ایران بعضا رشد اقتصادی مثبت داده میشه ولی مثلا تورم 40% و حتی 60% خیلی کم به نظر میاد. بیشتر باید چیزی تو مایه‌های زیمبابوه تحت ریاست موگابه باشه که چند هزار یا چند میلیون درصد براش تورم کنه. حالا البته در آینده روشن خواهد شد. بله این حرفتون واقعی و درست است، منتها خب آدم که وقتی استرس گزارش علمی میده باید روی اون آماری که رسمی هستش بده. ولی خود بانک مرکزی خودش نمیدونم کی بود، خودش میگه ما به آمار دولتی به امید اعتمادی نداریم و اعتباری نداره. من یه بار دیگه هم در این برنامه عرض کردم که مثلا جی دی پی، درآمد ناحیه ملی ایران رو اینا برای اینکه بزرگ نشون بدن، من یه جدیم 11 در دنیا. بعد اومدم دیدم اینا درآمد ملی رو با ریال حساب میکنن، بعد ریال رو با دلار رو با 4200 تومان تبدیل میکنن. خب درآمد ملی شما 10 الی 12 برابر میشه، چون به طور واقعی در بازار آزاد الان دلار نیچین از که 52,000 تومانه. خب 52,000 تومان کجا، 4200 تومان کجا؟ اینه که بله این آماری که رژیم میزنه آب داره، ولی این آماری که من بهتون دادم همون که خودتون فرمودید مال چیز IMF صندوق بین‌الملل، کشوری که از رو اسکناسش صفر همجوری حذف میکنه قطعا رشد اقتصادی بسیار بالایی نداره. امروز یکی از رسانه‌های حکومتی مناظره تحت عنوان تأملی در باب نظام اقتصادی ایران بین دو تا کارشناس اقتصادی حکومتی پخش کرد. می‌خواستم قسمت کوتاهی رو از این با هم ببینیم، بعد من سوالی بپرسم. ایشون باز دوباره ارجاع دادند به، گفتند که من فقیه نیستم، بنابراین ارجاع دادند به امام و آقای خامنه ای و اینا. در مورد چی؟ در مورد اقتصاد اسلامی. حالا مسئلتون سوال، آقای خامنه ای، امام خمینی مگه اقتصاددانن؟ چرا باید ما دیدگاه اقتصاد اونا رو قبول کنیم اگر اهل علمی؟ اونا مگه اقتصاددانن؟ اونا مگه خوندن اقتصاد؟ چرا بابا تابع اراده و فرمایشات کسایی باشیم که اهل تخصص نیستن؟ این سوال. فقیه شما میشناسید که راجع به علم پزشکی و جراحی مغز
فتوا بده؟ این که حضرت امام میفرماد اقتصاد ما باید منافع مستضعفان رو در نظر بگیره. بفرمایند. اینو شما قبول دارید؟ چیشو قبول دارم؟ همین که اقتصاد ما چنان تنظیم کنیم. این اگر میفرمایی که این گزاره علمی نه نیست. نیسته. نه. ولی من ثابت میکنم هست. خب بکنید. من میگم بحث علمی میخواید بکنید. بحث علمی باید با اهل تخصصش سپرد. خوب. امام خمینی، آقای خامنه‌ای، اینا اهل تخصص اقتصاد نیستن. بنابراین اونها نمیتونن بگن که اقتصاد درست چیه. روشنه؟ ببینید؟ روشنه حرف من یا؟ در واقع با این مناظره خیلی صحبت‌های زیادی تو اینترنت شده، هم از اینکه یکیشون رو به جاسوسی متهم کردن یا اینکه چرا اصلا طرف دیگه جرأت می‌کنه اینجوری خامنه‌ای رو رسوا کنه. ولی در واقع با مسئله اقتصادی در ایران با توجه به مشکلات مختلف از قبیل تورم، بیکاری، فساد بانکی و مالی، به طور واقعی چشم‌انداز در کوتاه مدت و بلند مدت چگونه است؟ اجازه بدید من همین در رابطه با این صحبت این هموطنان کردن بگم که ببین اصلا اولش که خمینی اومد ازش پرسیدن نظر راهبر اقتصاد چی گفت؟ اقتصاد مال خره. بله دادن دست کارشناس الان اقتصاد رو. بله خب کارشناس که اقتصاد مال خر میتونه دیگه از این بهتر هم نمیشه چیز کرد. ولی به طور واقعی اقتصاد یک چیز علم، یک علمه. درسته که مثل علم فیزیک نیست که اندازه‌گیری دقیق بشه، ولی تو همون نوسانات که میشه خیلی سر میشه کنترل کرد. دیدی که در نوبل الان جایزه نوبل اقتصاد منو حدود 20 تا 30 سال است که میدن، اینه که باید واقعا باید برخورد علمی. ولی طبق همون چیزی که خودتون گفتید، مسئله بیکاری، مسئله تورم، مسئله نقدینگی، مهمترین چیز فساد بانکی، مهمتر از اون هیچ حسابرسی نیست. یعنی قوه قضاییه کاملا یه قوه ایست که در دست همین آزاده و آخونده و ایناست، هیچ بررسی نمیشه. فکرم همتی بود رئیس بانک مرکزی سابق میگفت از پولایی که اینا میبرن خارج بیشتر از 30 درصد، یعنی برای خرید و فلان اینا وارده، بیشتر از 30 درصد بر نمیگرده. تمام اینا رو ببینید، من میدونم وقتم الان کم داریم، جنبندی اینه در کوتاه مدت هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیست، هیچ توانی ندارن. اینها برای اینکه اقتصاد رو درست کنن نیاز به سرمایه های بسیار بسیار بالا دارن، چون 42 سال فقط دوزیدن چاپیدن، مملکت پولی نمونده که ذخایر ارز دیدین دیگه، الان ادعا میکنن 20 میلیون سال قبل داشتن، به قول شما اونم معلوم نیست. ولی به طور واقعی نیاز به سرمایه بسیار بسیار کلان دارن. این سرمایه ها رو یا باید از فروش نفت و گاز تهیه کنن که فعلا هیچ چشم انداز نیست، بخصوص با مسئله برجام، بخصوص با مسئله اوکراین و فلان اینا، یا باید از خارج بیارن، یعنی سرمایه‌گذار خارجی رو بیارن که در مملکت سرمایه گذاری کنه. خب هیچ کسی با این شرایط سیاسی، با این رژیمی که در کار هست، هیچ ریسک نمی‌کنه، هیچ به اصطلاح پذیرایی نمی‌کنه که بیاد چندین میلیارد مثلا در یک صنعتی سرمایه‌گذاری کنه. معلومه نیست اصلا بهش پس بدن، پس ندن، فلان ندن. این خودش مسئله است که اگه خواستین در رابطه با همین خود چین هم میتونیم صحبت کنیم که آیا اصلا واقعا توان چین توان جایگزین دلار داره یا نه. پس مسئله اقتصادی ایران، حل مسئله اقتصادی ایران یک مسئله کاملا کاملا یعنی بدون حل مسئله سیاسی در ایران، بدون تعویض این رژیم و سرنگونی این رژیم و جایگزین با یک رژیم مردمی، هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع اقتصادی که در کوتاه مدت که در میان مدت. اما اگر و انشالله به زودی رژیم عوض بشه، یک رژیمی بیاد که مردمی باشه، من بارها و بارها گفتم ایران در ظرف مدت خیلی کمی میتونه یکی از شکوفاترین اقتصادهای دنیا، هیچ چیزی ما کم نکنیم که از نظر منابع طبیعیمون، نفت، گاز، چیزای کشاورزی، لیتیوم، نمیدونم اورانیوم، همه چی هست که از نظر توانمندی نیروی انسانی میگم ایران 85 میلیون داره، ولی از نظر کادر فنی واقعا بالاست. در ایالات متحده آمریکا بیش از 500,000 ایرانی که اینجا ساکن هستن، 1.5 میلیون میگن ایرانی در ایالات متحده آمریکا، 500,000 تاشون با
فوق لیسانس یا دکترا دارن. واقعا از نظر مدیریت بالاترین شرکت‌ها، مثل اوراکل، نمیدونم ای بی، هر چی بگین، یا توسط ایرونیا پایه‌گذاری شدن یا توسط ایرونیا به اصطلاح رفتید میشن، کنترل میشن، هدایت میشن، منیج میشن، مدیریت میشن. با حل مسئله اقتصاد سیاست ایران، مسئله اقتصاد ایران رو میان مدت واقعا میشه حل کرد. منتها خب مشکلات خیلی عدیده هست، فقری که در ایران هست باید به نظر من هر کسی که ماها انشالله اگه اینو داشتش برای دوران گذار این افتخار داشته باشیم خدمه ملت ایران باشیم، دوران گذار منظور میگم بعد از سرنگونی دوران ملی مقاومت وظیفش چیز مجلس مؤسسان رو بگیریم، بعد از خود ملت تصمیم میگیرن که نظام آینده، ولی مشکلات عاجلی که خواهیم داری که هم مسئله فقر، فقر، فروتگی، مسکن، بیکاری شدید، اینها رو باید خیلی زود باید حل بکنیم. و خب الان برنامه‌ریزی هایی میشه، بحث هایی میشه، چه کارهایی میشه کرد و فلان اینا، ولی اینا چیزهاییست که موزل واقعا فکری منم هست که خب 80 بیلیون 80 درصد زیر خط فقر، این همه به اصطلاح چپاول و دزدی و اینا باید، ولی خب خدمت کردن باید مسئله حاد و خیلی زود حل. با چشم‌اندازی که شما ترسیم کردین منم بسیار موافقم و به امید اون روز. با سپاس از شما پروفسور محمد حسین دسوجی، استاد دانشگاه از آمریکا، از اینکه دعوتمون رو پذیرفتین و در این گفتگو همراهمون بودین. خیلی ممنون و خدا نگهدار. تشکر می‌کنم. من هم شما و همه عزیزان رو به پروردگاری زنده باشید.